روزنامه کیهان دهم مرداد ماه سال 58 به نقل از مسعود رجبی نوشت: ما خواستار آزادی کامل احزاب، مطبوعات و اجتماعات و محافظت از آنها در مقابل چماقداران هستیم. اگر بخواهیم به اسلام عمل کنیم، شکل حکومت و دولت در اسلام شورایی است. برابری کامل زن و مرد در تمام زمینه‌های سیاسی و اجتماعی باید تصریح شود. بر اساس فقه تشیع، زمین از آن کسی است که روی آن کار می‌کند، حتی اگر اصلی باشد. محل طرح همه جرائم باید در دادگستری باشد و به ویژه مسائل مربوط به مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه طرح شود. روزنامه لومان مورخ 9 فروردین 59 نوشت: بنابر تخمین ها اگر خمینی کاندیداتوری وی را وتو نکرده بود، آقای رجبی میلیون ها رأی به دست می آورد. پس اکنون با یک نگاه به عمل کرد خمینی در 2 سال گذشته و آنچه او بر سر بسیاری از نزدیکترین متحدان خود آورده، به راستی دیگر چه کسی تردید دارد که اگر ما مجاهدین جزان می کردیم که عملا کردیم؟ خمینی نه تنها در مأموریت تاریخی خود که همانا سرکوب تمامی انقلاب و انقلابیون ایران بود موفق شده بود، نه تنها از درخشانترین و عمیق‌ترین مقاومت تاریخ معاصر در میهنمان نشانی نبود، بلکه خمینی پایه‌های حکومتش را برای سالیان دراز تثبیت نموده و به هیچ وجه همچون امروز در نظر اغلب جهانیان به ویژه ملل مسلمان و خصوصا مردم ایران منفور خاص و عام نمی‌شد. در تهران با تمامی تقلبات 530 هزار رأی به نام مسعود رجبی ثبت شده بود. تا آنجا که دفتر ریاست جمهوری رژیم اعلام کرد که مسعود رجبی نماینده مردم تهران است. کاندیداهای مجاهدین در برخی شهرها مثل مسجد سلیمان هم که بیشترین رأی را آورده بودند، تقلب مفتضح ایادی رژیم آخوندی مانع ورودشان به مجلس شد.